دیره ابتهاج صنیعی در سال 1293 خورشیدی در شهر رشت زاده می شود. پدر بزرگ او میرزا محمد علی خان رحمت آبادی، نماینده رشت در اولین مجلس شورای ملی و پدرش از ملاکین رشت بود. من در شهر رشت در یک خانواده نسبتاً مرفعی به دنیا. پدرم نرمی تحصیل کرده، بنیادیده، روشن فکر و به زبانهای روسی و فرانسه تسلط کامل، به ادبیات فارسی و عربی آشنایی کامل داشت. برعکس مردم زمان خودش که بیشترشون در این فکر بودن که با اندوختن مال برای بچه هاشون آتیم تامین بکنن، پدرم بیشتر به فکر این بود که بچه هاش از تحصیلات عالی برخوردار بشن. موقعی که من 7 سالم بود، مدرسه میشنرهای امریکایی رسانه های مسیحی در شهر رشت تأسیس شد. تنها مدرسهی که تا کلاس 8 داشت مدرسه امریکایی. پدرم در همون سن 7 سالگی من رو به این مدرسه گذاشت و در سن 13 سالگی کلاس 8 بود. تمام کردم و اون تنها تحصیلات بود که میدونستم در شهر رشت پرداد. بر خلاف نویل مادرم، پدرم من رو به تهران آورد و به مدرسه دخترانه امریکایی گذاشت که شوان بیست. البته مادرم فکر میکرد که شاید هم این معلومات برای من زیاد باشه و چشم گوش من رو باز کنه بیشتر و میگفت که دختر در این سن باید شوهر کنه و مسئول خانه‌داری و بچه‌داری باشه. شاید هم من تحت تأثیر معلمین امریکایی قرار گرفتم و دیدم که دختران جوان از یاد و بلودست امریکا به ایران آمدن و تنها زندگی میکردم. در صورت یک حالت عجیبی در من در اون سن دست بود که فکر میکردم به هر شکلی شده من باید تحصیلاتم ایران. تحصیلات عالی برای زنان ایران تا کلاس 11 بود. مدرسه‌ای که در ایران کلاس 12 داشت من سن. میشنرهای امریکایی جز قصد خدمت و ترویج مذهب از دیگه نداشت. تأسیسات اونها تأسیسات بهداشتی و بیمارستان هایی که تأسیس کردن و مدارسی که تأسیس کردن در واقع به ایران ایرانی خدمت کرد از هر جهت. خود من تمام تحصیلاتم در مدرسه امریکایی بود و میتونم به شما بگم که عشق و علاقه هم به مملکتم بهتر شد. همیشه که از تعلیمات بود اینها این بود که ما باید به مملکت خود میخدمیم. البته میخواستند که مذهب مسیحیت رو ترویج بدن، ولی به نظر من در این زمینه توفیق حاصل نکردن. تبلیغ میکرد ولی هیچ وقت تحمیل نمیکرد به نظرشون. اولین مجله که در ایران تأسیس شد مجله عالم اسلام بود که انجمن فارغ التحصیلان مدرسه امریکایی مجله را اداره کرد و مقالات زیادی راجع به حقوق زن، راجع به آزادی زن، راجع به تعلیم و تربیت زن در زمینه‌های مختلف نوشته می‌شد و خیلی جالب بود و در روشن کردن افکار زنان بسیار موثر. جشن فارغ التحصیل مدرسه امریکایی یکی از بقایایی بود که زبانزد زمان بود و یک فرصتی بود برای جوانها که بیان و دخترانی که فارغ التحصیل میشدن لااقل از نزدیک ببینن. اگرچه چادر داشتیم ولی این یک فرصتی بود که از نزدیک به آشنایی بگیرن. من سوژه ای که برای نطق فارغ التحصیل انتخاب کردم بی‌حجاب بود، یعنی برداشتن چادر و صحبت من این بود که پوشان و میدون چادر و پیچه هیچ رفتی به تقوا ند که بسیار مورد توجه قرار کرد. روزنامه های کوشش و اطلاعات مفصل درباره صحبت من نوشتن.
کم کم هم افتادم توی فعالیت های زنان، فعالیت زیادی در انجمن های مختلف کرد. در انجمن فارغ التحصیلان یونیورسیتی امریکایی بسیار فعال بودم. سه بار ریاست این انجمن انتخاب شدم. کلاس های مهمتری با بیسوادی داشتیم در خود مدرسه. زنانی که از لحاظ معلومات در سطح پایین بودم و از جهاتی محرومیت فراوان داشتم، به کار اونا میرسیدیم با ایده از میشنل های امریکایی و ایده دیگری خانم ها که میشناسن دور هم جمع بودیم و جمعیت های کوچیکی تشکیل دادیم. به شهرداری رشت که یک کودکستانی داشت میرفتیم و اونجا سرپرستی میکردیم، دور هم جمع میشدیم، مقالاتی ترجمه میکردیم، همین مجله عالم اسلام رو میخوندیم، مقالاتی بر اونجا مینوشتیم. به هر صورت به هر شکلی بود تا اونجایی که امکان داشت فعالیت های در این زمین ها داشت. پس از سالها پیگیری زنان، در زمستان 1314 قانون کشف حجاب تصویب و به اجرا در می آید. از آن پس پوشیدن چادر و روبنده در مدارس و دانشگاه و مراکز دولتی ممنوع می شود. چند سال بعد در سال 1319 اولین گروه از زنان ایران به دانشگاه راه می یابند و امکان تحصیل دانشگاهی در ایران برای آنها فراهم می شود. به اراده اعلیحضرت رضاشاه کریم چادر از سر زنها برداشته شد. چند سال اول ناراحت کننده بود برای یک عده‌ای که یه عمری با چادر بیرون رفته بودن، براشون مشکل بود گذاشتن کلاه، یا حتی شما میدید که کلاه گذاشته ولی با یک رسمای صورت چینی پیشون نمیمرده بودن، ولی یه عده‌ای دیگه خیلی خوب، مخصوصا جوانها خیلی خوب قبول کرده بود. بعد چادری این موقعیت در زنان ایران پیش آمد که میتونستن به دانشگاه برن. و من چون تحصیلات دانشگاهی نداشتم، یکی از آرزوهام این بود که یک فرصتی پیدا بشه که بتونم به تحصیلاتم برم. بعد از 13 سال تک تحصیل کنکور دانشگاه تهران دادم، قبول شدم در دانشکده ادبیات رشته زبان و نویسی کردم. در دهه 20 و 30 فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان گسترش می‌یابد. انجمن‌ها و جمعیت‌های زنان با هدف مشارکت در امور کشور و حمایت از زنان تشکیل می‌شود. در این سال‌ها نیره ابتهاج سمیعی در کنار تدریس در دبیرستان به فعالیت‌های اجتماعی مشغول است و با جمعیت‌های مختلف زنان همکاری می‌کند. در سال 1341 محمد رضا شاه پهلوی اصول ششگانه انقلاب شاه و ملت را که بعدها انقلاب سفید نام می‌گیرد به رفراندوم می‌گذارد که شامل حق رأی و مشارکت سیاسی برای زنان است. جمعیت‌های مختلف زنان را در سراسر کشور ترغیب به شرکت در این رفراندوم می‌کنند. بیش از 200 هزار زن با وجود احتمال شمرده نشدن رأیشان پای صندوق‌های رأی می‌روند. مجهز کردن و آماده کردن و بیرون کشوندن زنان را از خانه هاشون باید این رو گفت که جمعیت های مختلف زن میکرد. حتی یادم میاد که خانم تربیت ساعت ها پشت بلندگو بود و به جنوب شهر و به نقاط مختلف شهر میرفت و زنان میخواست که از خانه ها بیرون جایید و برید پای صندوق و این فرصتیست که نباید از دست بدید. ولی مهمترین تحولی که در این زمینه بر اثر انقلاب ششم بهمن روی داد، شرکت زنان ایرانی در امر انتخابات بود. شاید نسل تازه‌ای که اکنون تاریخ اجتماعی عصر حاضر کشور ما را در مدرسه ها فرا می‌گیرد، نتواند باور کند که حتی در زمان خود او قانونی لازم الاجرا بوده است که در آن زنان ایرانی، یعنی جامعه‌ای که در آن این همه بانوی تحصیل کرده، استاد دانشگاه، معلم، پزشک، حقوقدان، نویسنده، شاعر و هنرمند وجود دارد، در زمره دیوانگان و مجرمین و بدکاران به حساب آمده باشند. بدین ترتیب روز به روز زنان در فعالیت عظیم اجتماعی و اقتصادی کشور ما
و در تجدید بنای اجتماع ایران سهم حساس‌تر و مؤثرتری چه از لحاظ کمیت و چه از حیث کیفیت بر عهده می‌گیرند و این امریست که لازمه اجتناب ناپذیر هر اجتماع پیشرفته و مترقی امروز است. در سال 1342 نیرب تاش سمیعی در انتخابات 21مین دوره مجلس شورای ملی از شهر رشت نامزد می شود. هنوز رسماً تسامی اعلام نشد. کنگره آزاد زنان و آزاد مردان به طرز بسیار مدللی در تهران تشکیل شد. برای اولین بار از استانهای ایران افرادی را که مردم انتخاب کرده بودند با اسامی نامزدهای هر حوزه انتخابی رو به تهران و خانمهایی که خودشون نامزد کرده بودند هم سخن راهنمای مبسوطی و اون کنگره به مدت چند روز در تهران تشکیل شد. حالان که دو قبل کل سخنان شد که اسامی رو بود و من خبر رو بشه بود اتمنان گفتم که اتمنان ایمان خواهد مشغول شدیم که ببینیم چگونه میکنیم این انتخابات رو برگزار بکنیم و چطور آمادگی داشته باشیم. با اقوام نزدیکم، با دوستانی که وارد بودند مجالسی داشتیم. در اون وقت ممکن نبود که درست نبود که زنی در اولین بار در میزان شهر سخن کنید کنید شاید اصلا یک دیم جمع نمی شده. هر روز طبقات مختلف مردم رو به منزل دعوت می کردیم و من درباره زندگی خودم، درباره تحصیلاتم، درباره برنامه های آینده، درباره خواسته های مردم صحبت می کردم و از اونها سوالاتی می کردم، اونها سوالاتی می کردن جواب می دهیم. تقریبا هر روز صبح و عصر ما چنین برنامه هایی داشتیم. کم کم آشنایی بهتری به وضوح با من وصل کرد. ابتهاج سمیعی رأی می آورد و به همراه 5 نفر دیگر اولین نمایندگان زنی می شوند که به مجلس شورای ملی راه می یابند. 6 زن در دوره 21 به نمایندگی مجلس انتخاب شد. 5 نفر نظیر خانم ها همون در جمعیت های مختلف بسیار فعال می شود که زنان پیشروی مملکت بودند که شاید سالها در این زمینه فعالیت داشتند. روز افتتاح مجلس را من هرگز فراموش نمی کنم. وقتی که وارد مجلس شدم درست زندگی گذشته من به نظرم آمد که چطور آرزو می کردم که یک روزی چادر از سرم برداشته بشه، یک روزی بتوانم اونطوری که باید خواسته هام را عملی کنم و آرزوی زن ایرانی رو که صداش شنیده بشه و بتونه عضو جامعه باشه شکودم تصور کردم که الان از هر جهت باید سعی کنم که منشه خدمت باشم. به مجردی که ما در دوره 21 به مجلس آمدیم برای قانون حمایت خانواده شروع به فعالیت ساعتها در این زمینه بحث میکردیم و خواستیم رو با حل پیدا کنیم و در دوره 21 میشه گفتیم کاملا زمین سازی شد و در دوره 22 از مجلس گذشت. اولیا حضرت هم در این زمینه خیلی همراهی کردند و چند بار هم خدمتشون رسیدیم و ایشون هم خواسته های ما رو به عرض دید. حضرت فرمود رساند با مقامات روحانی تماس گرفته شد که مخالفتی در این زمینه نشه. من روزی که این لایحه از مجلس گذشت فکر کردم که به آرزوی خودم رسیدم و برای من مهمترین چیزی که در زندگی هم مطرح بود و اون لایحه شد. نیره ابتهاج سمیعی تا سال 1357 برای 4 دوره نماینده مجلس شورای ملی باقی می ماند. او 2 بار به عنوان نایب رئیس مجلس انتخاب می شود. نیره ابتهاج سمیعی در حزب ایران نوین به دبیر کلی نخست وزیر وقت امیرعباس هویدا فعالیت چشمگیری دارد تا اینکه در سال 1353 به دستور محمد رضا شاه پهلوی تمام احزاب کشور منحل شده و نظام تک حزبی برپا می شود. در حزب ایران نوین مخصوصا در دوره 21 و 22 بسیار فعال در رستاخیز هیچ نقشی نداشت. به نظر من یکی از اشتباهاتی که در مملکت شد تأسیس حزب رستاخیز و یک حزبی بود. دو شاخه ای که حزب داشت، یکی جناح مترقی و یکی جناح سازندگی. من توی جناح مترقی بودم
برای من هیچ روشن نبود که چیز چطور بود. آخرین باری که خدا رحمت کنه مرحوم عبیدا رو دیدم وقتی بود که از وزارت دربار هم برکنار شده. همینطور ضمن صحبت به من نگاهی کرد و گفت ای کاش حزب ایران نوین باقی نمید و شاید جلوی خیلی چیزها رو بگیرد. عقیده من نارضایتی مردم از زیاده طلبی علازت که اولا خواستن مملکت رو خیلی زود پیش ببرن بدون که مردم آمادگی رو داشته باشن. اگر این تحولاتی که در مملکت پیدا شد به تدریج می بود هیچ وقت ما به اینجا نمی‌رسیدیم. اصلاحات ارضی در ایران اول کاری که کردن به زارعین زمین دادن بدون که زارع بدونه با این زمین چی باید بکنه و زمینی که به رایگان به اون داده شده لااقل این باید کشت و زرع خودش طوری عمل بکنه که نه تنها تکافوی زندگی خانوادهش رو بده یک محصولی هم به بازار بیاره. در همون اوایل اصلاحات ارضی زارعین اصلا به دی زیادی سالی چند روزی در ده بودن بعد بقیه با پول محصول رو میفرستن بدون که فکر آینده باشن به شهر می اومدن و یا قمار میکردن یا مشروب میخوردن یا به زیارت میرفتن. به زنان حقوق سیاسی اعطا شد. شما هر زنی رو که میدیدید بدون اینکه در نظر بگیره تحصیلاتش معلوماتش یا فعالیتش در نظر بگیره یا میخواست وکیل بشه یا میخواست وزیر بشه یا میخواست مدیر کل بشه. بعد سپاه دانش و سپاه ترویج که منشه چه خدماتی در روستاها شدن شما به هر دهی که میرفتید اگر یه مسیح چهار کلاسی داشت چیش کلاسی بود. بعد این که ابتدایی داشت دبیرستان بود. بعد این که دبیرستان داشت شما میرفتید چرا ما در اینجا دانشگاه نداریم؟ بدون این که فکر بکنن که لااقل خود اونها هم باید نقشی داشته باشن تمام خواسته های اونها از دولت بود که دولت و اونها به بهترین نحوی هر چیز خاص اونها رو عملی کنه. در هر طبقه که شما می دیدید صحبت می کردید یک زیاده طلبی بود در یک مدت کوتاه که نمی شد همه چیز را به همه کس داد. این خودش از باب نارضایتی شد. من فقط اسم خمینی رو شنیده بودم. اصلا برای من اسباب تعجب بود وقتی که می دیدم اصلا می گفتم خمینی دستور داده که نمایندگان مجلس استعفا کنه و یک دن استعفا کرده. حتی به من تلفن های شد و من گفتن که بهتر صلاح توست که تو استعفا کنی. من در جواب گفتم من با خودم نمیتونم زندگی بکنم. من چطور به چیزی که تا دیروز معتقد بودم پشت پا بزنم به فرمانی که به دستور کی برای چی برای کسی که هیچ نمیشناسم و نمیدونم که به اون معتقد نیستم به هیچ وجه چطور چنین عملی بکنم. ولی خب دی بودن که استعفا کردن نمایندگان رؤسای مجلس وزرایی که میامدن همه بیخبر بودن. شما با هر کسی که صحبت میکردید هیچ کس نمیتونست بگی که چی در مملکت چی داره میگذرد. مثلا حکومت نظامی بود شما میامدید بیرون میدید نظامی ها توی خیابان هم. ولی گروه گروه مردم هم تظاهر میکنن از طرف نظامی ها هیچ گونه اقدامی نمیشه. اگر واقعا حکومت نظامی بود باید مقررات حکومت نظامی انجام شد که اصلا نمیشه مردم رو از اون ترس و واهمه که از حکومت نظامی داشتن بدون شد. همون موقع هم عنوان کردن که شاه بهزاد از مکرم و همون اوائلی که شنیدم ارزداد ایران رو ترک میکنه فوق العاده ناراحت بودم و این عمل ایشون رو درست نمیشه. گرچه میگفتم علازات خیلی زود بعد میگردم ولی من فکر میکردم که در قیاب ایشون مملکت بی سر برست. یه مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه
بعد مسافرت خواهم کرد. علی حضرت چه مدت در مسافرت خواهم بود؟ بستگی به حالات مزاجی من توانم بده. کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دستور آیت الله خمینی، قانون حمایت از خانواده 11 سال پس از تصویب لغو می شود. مگر ابتهاج سمیعی که شاهد دستگیری و کشتار مقام‌های کشوری و نمایندگان مجلس است، به مدت 6 ماه مخفیانه زندگی می کند. من که خیانت نکرده بودم، من که سوء استفاده نکرده بودم، من حاضر بودم در هر محکمه ای اگر ادعایی بر علیه من هست رسیدگی بشه. من در اون زمان فکر میکردم که لااقل به اوضاع احوال افراد رسیدگی خواهد شد. فکر نمیکردم که همه رو به یک چوب ببندن و هر کسی که در هر مقامی بود او رو از دون ببرن. این بود که بعد از اینکه دیدم اوضاع دگرگون شد و هر روز صحبت به حبس انداختن یه عده‌ای و کشتن عده‌ای بی‌گناهه، صلاح در این دیدم که از منزلم بیرون برم و مدت 6 ماه به دور از همه پنهان بودم که همه همسایگان و بستگانم فکر میکردن که من ایران ترک کردم، من در ایران موندم. البته یه عده زیاد از زمانگانم در حبس بودم. خامنه‌ای اعلان کرد که نمایندگانی که خیانت نکردند یا سوء استفاده نکردند، اگر حسابشون رو تصویه بکنند و پولایی که روشون رو پس بدن کاری با اونا ندارد. بعد که این اعلان شد من هم به مجلس رفتم، چون در مجلس شورای ملی یک ادهی رو برای رسیدگی به کار نمایندگان مستقر کرده بود. بسیار تأثیرآور بود که من میدیدم نمایندگان مجلس، سناتورها، افراد سالم همه به اونجا میومدن، مؤمن همه میومدن برای اینکه تصویه حساب بکنن و ساعتها ما باید مینشستیم در سرسرای مجلس که نفرشی داشت در خاک روی صندلی ها نشسته پیش خدمت آقای دکتر مفلوکی. دو ماه و نیم طول کشید تا من تونستم حسابم رو تصویه بکنم و قبل از نقد پرداختم و غیره. شوهرم ضمانت کرد که ماهیانه بپردازه و من هم بعد از تصویه حساب به خیال خودم که میتونم از ایران بیام بیرون تقاضای گذرنامه کردم و فهمیدم که نمایندگان مجلس ممنوع خروج است. در صورت من به طریقی از ایران بیرون اومدم. ابتهاج سمیعی به آمریکا می رود، اما پس از چند سال به ایران بازگشته و تا پایان عمر به دور از فعالیت‌های سیاسی در رشت زندگی می‌کند.